بالاخره بعد از سفری طولانی به کره ماه رسیدیم. زمان این رسیده بود که گروه نجات روباتیک پا بر روی کره ماه بذاره. ای بابا دیگه حوصله‌ام داره سر میره. تو گفتی تو ماه یه پایگاه فضایی هست، ولی اینجا که بابا هیچی نداره. یه چیز شبیه صخره داره به سرعت میاد طرفمون. بچه ها درست تو مسیر ما قرار داره. چی شد؟ بله اون دیگه چی بود آخه این وسط؟ احتمالاً یه سنگی بوده که از پرتاب کننده ی اجرام شلیک شده. پرتاب کننده ی اجرام؟ بله، برای پیشرفت کار در فضا این دستگاه اجرام و صخره ها رو از سطح ماه به فضا پرتاب میکنه و از بین اونا سنگای معدنی رو برای ساخت ایستگاه فضایی جدا میکنه که اینجا کار خیلی مهم و حیاتیه. تیم نجات روباتیک قسمت 26. جناب رئیس، ما همین الان انتقال زخمی‌ها رو انجام دادیم. کارتون عالی بود. به نظر میرسه بازسازی ماشین فرماندهی کمی طولانی بشه. من به شما اجازه میدم در طول این مدت گشتی در پایگاه فضایی ماه بزنید. فقط یه کمه دیگه سب کن رو با ماشین. اون یه زندگی رو کره ماه تجربه کنیم. را رفتن بدون اثر جاذبه زمین خیلی سخته و اصلا نمیشه قدم برداشت. بس اینجا یه شهر کاملا معمولی به نظر میرسه. خب مردم اینجا زندگی میکنن، باید هم شهر معمولی باشه دیگه. خب دیگه بچه ها زودتر بیاین بریم موزه. یه کاره باشیم بریم موزه؟ درسته. رئیس گفت بریم به یه موزه تا یه چیزایی راجع به تاریخ ماه یاد بگیریم. خب سلامتی ما رو کره ماهی ما. اون وقت بازم باید بریم موزه. چه حوصله سربر. راست میگه دیگه، رو زمین هم میتونیم بریم موزه. چه کاری آخه تو هم. نه حق با توه. فهمیدم. یه فکر هیجان انگیز دیگه به ذهنم رسید. خب پس همه دنبال آلیس بیای. آهای ولی این برخلاف دستوراته. از اون هم چطوره خودت تنهایی بری موزه؟ ولی من نمیتونم. من آخه چجوری باید بر بلندای آسمان پشت ابرها نهان اشکی چکید از چشم ما. آه این پرنسس کاگویای غمگین است. بر این صحنه زندگی او را با مردمی که دوست می‌دارد تماشا می‌کنید. مرد پیر، زن پیر. آخه یکی نیست بگه منو چه به پیر زن بازی کردن. خودمونی ماه نمایشم خیلی کار سختیه ها. راستی بچه ها من یه درخت واقعی به نظر میام. راستشو بگید. من خیلی به شما مدیونم، اما به زودی باید به ماه برگردم. ما فراموشت نمی کنیم آلیس جان. آلیس چیه بابا؟ باید بگی پرنسس کاگویا. اوه شرمنده. به زودی فرستاده ای از ماه میرسد. سلام، ببخشید که من یه کمی دیر کردم اومدم. ولی آلیس جان برگرد بابا. برگرد دخترم. خب پایان نمایش. خیلی قشنگ بود، واقعا عالی بود. عجب سلیقه‌ای داری تو دیگه. آلیس آرزو داشت فقط یک بار نمایش پرنسس کاگویا رو روی ما هم اجرا کنه. من مطمئنم که آلیس تنها هنرپیشه‌ایه که نمایش پرنسس کاگویا رو روی ماه اجرا کرده. یه بار دیگه هم آلیس به تاریخ میپیونده. وای در پوست خود نمیگنجه. بابا این نامردی آخر سر فقط اونه که خوشحاله. ببینم نکنه میخوای بگی از ما سوء استفاده کرده ها؟ اینطور که معلومه بله. عکس توجه تو رو جلب کرده؟ نه. این عکس رو کسایی که عازم سیاره مریخ بودن گرفتن. عکس با ارزشیه، خیلی با ارزش.
سفرشون به مریخ. ببینم کی این عکس رو گرفته. اگه راستش رو بخوای باید بهت بگم که اونش دیگه معلوم نیست. همه اونا قبل از این که بفهمیم چه کسی این عکس رو گرفته ناپدید شدن و رفتن. همشون ناپدید شدن؟ نه، در واقع باید بگم که یکی از اونا فقط موفق شد که برگرده پسر. این ماجرا بیشتر از 10 سال پیش اتفاق افتاد. اولین سفر اکتشافی از زمین به کره مریخ. فضاپیمایی به نام مریخ تلاشش را آغاز کرد. زمانی که گروه نجات به فضاپیمای مریخ رسید، اونا تقریبا ناپدید شده بودند. فضا وسعتی نامحدود و بیکران داره. بیشتر از اون چیزی که تو فکرشو بکنی. وقتی چیزی توش رها و شناور بشه، تقریبا پیدا کردنش غیر ممکن خواهد بود. درست در لحظه ای که گروه نجات در حال ترک اونجا بود، چیزی که به نظر شبیه به یکی از کپسولای فضاپیمای مریخ بود پدیدار شد. در لیست افراد گروه اکتشاف هیچ کودکی وجود نداشت، اما به طور غیر منتظره‌ای در راه کره زمین تا مریخ نوزادی متولد شده بود. با ناپدید شدن گروه اکتشاف تمام تحقیقات اونا هم ناپدید شد. اما اون بچه احتمالاً تنها کودکیه که در فضا متولد شده. اونا تشعشعات فضایی هن. زمان زیادی نداریم، سفر رو فعال کن. این بچه، فقط بذارین این بچه نجات پیدا کنه. لباس سنگین فضا نوردی تنمونه، ولی تو بدنم احساس سبکی میکنم. اما این امکان نداره. این دیگه چی بود؟ من نمیدونم. چه خبر شده؟ این لرزش ها به خاطر مینگذاری معادنه. چقدر وحشتناک. ایستگاه عملیاتی حفر معدن به خاطر ریزش خاک خراب شده. احتمالاً کارگرای معدن اون زیر موندن. بچه‌ها بهتر زودتر بریم نجاتشون بدیم. باشه بریم. یه مشکل اورژانسی پیش اومده. ایستگاه عملیات حفر معدن فرو ریخته. آغاز عملیات نجات اضطراری. پیام اضطراری به پایگاه فضایی ما. روبو موشک فوراً وارد عمل شد. روبو موشک در حال اجرای فرمان. آزادسازی روبو موشک. لطفاً کارکنان لباس فضانوردی پوشیده و به سمت درها حرکت کنند. آزادسازی روبو موشک. لطفاً کارکنان لباس فضانوردی پوشیده و به سمت درها حرکت کنند. از همکاری صمیمانه شما متشکریم. انتقال روبو موشک به سطوح فرسا. مسیر آزادسازی روشن شد. تمامی کارکنان تعیین شدند. آزادسازی روبو موشک تعیین شد. روبو موشک آماده کار است. به خشکی شانس. عجله کنیم، نباید لکسش بدیم. یه دیگه یه داریم ازشون اخف میمونیم. تب کنیم ما بیای. اینجور رو نگاه کنین، واقعا وحشتناکه. ولی اینا خیلی زیادن، ما تنهایی از پسشون بر نمیان. خیلی خوب، پس سایا تو اینجا منتظر رو با موشک بمون. واسه من رئیس بازه در نیارم. حالا این وقتی که هوا نیست بچه. دایچی کن، شما همراه من بیاید. ما با اون بیل مکانیک این کار میکنیم. دریافت شد. خب من میرم دنبال ورودی های تیکه بگردم. رین دنبالم بیا. اومدم. های آلیس کجا قیبشون زدیه هایی؟ آخه این دیگه چه فیضیه؟ یه لحظه صبر کن ببینم. این چه دیگه کجاست؟ به نظر میاد که افتاده باشیم تو گودال. اگه اینجا مثل زمین جاذبه داشت بد جوری آسیب میدیدیم. ولی فکر نمی کنم بتونیم خودمونو بکشونیم بالا. پس بذار درخواست کمک بدیم. سیمامون اینجا آتی نمیدن. مگه میشه؟
اگه اشتباه نکنم اینجا حتما یه میدون مغناطیسی قوی وجود داره. حالا بیا یکم بریم پایین تر. فکر نمی کنم زلزله به اینجا رسیده باشه. بس سر در بیاریم چه خبره. بیا. تو خیلی خونسرد به نظر میای. بیا این مجرای هوا رو امتحان کنیم. خیلی خوب. متاسفم که منتظرت گذاشتم. رو با موشک لطفا تو حفاره کمکمون کن. دریافت. بالاخره پیدا کردم رو با ماشین. رو با موشک. رو با نهان. صبر کن تا من برسم رو با ماشین. این دیگه چی بود؟ یه لحظه شد ولی انگار یکی خیلی نزدیک بود. آی دیگه خسته شدم. خیلی بد شد. جری هنوز نرسید اینجا. من کجام؟ اینجا چرا؟ برام آشناست. حس میکنم که اینجا را قبلا دیدم. تشعشعات فضایی از سپر دفاعی رو فعال کنید. بچه فقط بذارین این بچه نجات پیدا کنه. این غیر ممکنه. مادر مادر من قبلا اینجا بوده و منم اینجا بودم. جی تو یه سرباز فاجعه هستی. ماموریت تو از بین بردن روبو ماشین هست. این نور داره از کجا میاد؟ خواهی اون دیگه چیه؟ اون خوبم. اینجا کافیه. یه چیز بزرگ یه هم ظاهر شد. یه دیجا چه اتفاقی افتاد؟ جی از سالن شماره یک معدن به پایگاه ماه. هی صدای منو میشنوین؟ ببینم تو حالت خوبه رفیق؟ اره اگه کسی اینجاست داره کنار. شماها حالتون خوبه؟ شما کی هستی؟ من پیکانا هستم، عضو گروه نجات. خیلی خوب، بیاین هرچه سریعتر از اینجا بریم. اما اون نمیتونه حرکت کنه. به نظر میاد دچار شکستگی استخون شده. وضعش خیلی وخیمه. من میدونی چیه، حالم خوبه، ولی شما خودتونو هرچه سریعتر نجات بدید. چی داری میگی؟ از پیکانو به مرکز جواب بدین. از پیکانو به مرکز. وضعیت خیلی بده، اتمسفر داره خارج میشه. جی حالت خوبه؟ خودتو جمع جور کن. جی خودتو جمع جور کن. منو نجات دادی. آره نجات هم دادی. چه اتفاقی افتاده جی؟ اینجا رو نابود کن رو با نهان. زود باش، هر چیزی که اطرافمونه رو نابود کن. دریافت شد. پیکانو رین جواب بدین چه اتفاقی افتاده. پیکانو هستم، لطفا جواب بدین. پیکانو تو حالت خوبه؟ ما دو تا از کارگرها رو پیدا کردیم، یکیشون به شدت آسیب دیده. البته اتمسفرم داره به سرعت خارج میشه. عجله کنین، ما رو نجات بدین لطفا. چی بود؟ روبو ماشین ها، روبو نهان، حالت فوق العاده، آغاز ترکیب.
اتر فوقلاده آغاز ترکیب پرواز تمام روبوتان ها وارد حالت فوقلاده شدن آماده آنوگ عملیات ماشین شماره 3 متصل شد ماشین شماره 2 متصل شد ماشین شماره 5 متصل شد ماشین شماره 4 هم متصل شد فعال شد اعضا فعال شدن روبو نهانه فوقلاده خواستم به ثابت کنم که توی فضا من همیشه دو قدم جلوتر از تو هم چی شد؟ یا دیگه؟ فقط همینو که هم داشتی من کار تو تموم می کنم موفق شدی مسئول پرتاب کننده اجرام خیلی ممنون دستتون درد نکنه نایو جان از این فرصت برای عملیات نجات استفاده کن ازتون ممنونم بچه ها رابا موشک حالت فوق‌العاده شروع ترکیب شروع ترکیب نامان رابا پس ها برای حالت فوق‌العاده شدن تا تمام سرعت یا تونا دیگه موش تو جدا شد آماده برای عملیت تخلیت کنم دیگه موش مشکل شماره 2 متصل شد شماره 3 متصل شد اما اعضا فعال شدن گروه نجات ترکیبی رو با موشک بوبرده بچی فکر کردی من تا رو نابودت میکنم این بچه فقط بذارین این بچه نجات پیدا یعنی چی من اصلا سردر نمیارم من یه سرباز فاجعه هستم چه اتفاقی افتاده که روبا موشک ضربه نهایی بسته خاکی متاسفم جی ما مجبوریم عقب بشینیم من یه سرباز فاجعه هستم عملیات نجات انجام شد قبولی دشمن ما باید قابوس بود ما باید باشه یه سفینه زیر زمین پنهان شده بود دارم راست میگم چی داری میگی؟ منظورت اینه آدم فضایی ها وجود دارن آره؟ آره حتی اونجا یه آدم فضایی هم بود مگه نه؟ آره من خودم با جفت چشام دیدم خیلی خوب باشه قبوله نه حقیقت داره آلیس با چشام خودش دیده حقیقت داره دیگه وقت آزادمون تموم شده آره حالا میتونیم برگردیم به زمین بله ولی به نظر من زمین قشنگترین جاییه که وجود داره منم موافقم آره ما از سیارمون محافظت میکنیم و به این ترتیب سفر ما در فضا به پایان رسید